هیچ قدرتی بالاتر از الله نیست. هیچ قدرتی بالاتر از الله نیست. بیا موسیقی یکی افراد خانواده یه بای دوست خونه یا عبد فرد الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر چیه اینا تو ریشا بوده یا عبد فرد بری اصلا نگاه کن سید نخون الله برو با دستم میزدمش اصلا نیدیدم اون اصلا بازم نیدیدمش حتی برم نابودتون میکنم ما شیعه علی ابن ابی طالب به نام خداوند بخشنده بخشایشگر انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال آفرید و جن را از شعله های مختلط و متحرک آتش خلق کرد او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است دو دریای مختلف شور و شیرین گرم و سرد را در کنار هم قرار داد در حالی که با هم تماس دارند در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند و به هم در نمی آمیزند پس کدام این نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید خوبه سلام خسته نباشید خوبه سلام خسته نباشید خوبه سلام خسته نباشید خوبه سلام خسته سلام و درود خدمت همه عزیزان خوش اومدین به کانال خودتون امشب باز در خدمت شما هستیم با یک مستند ماورایی دیگه بچه ها امشب اومدیم به یکی از خانه های اطراف استان کرمان بعد از ویدیوهای ارسالی مخاطب عزیزمون که اتفاقاتی افتاده در خونه محمود آقا و پسرشون چند وقتی ویدیوهایی برای ما ارسال کردن و برامون اثبات شد که موجوداتی در این خانه وجود دارن و دارن این خانواده رو عذاب میدن و امشب با هماهنگی تیم به این مکان اومدیم ایشالله که بتونیم یه ویدیوی خوب ضبط کنیم عزیزان مسئله مهم کانال ما نه جنگیری انجام میده نه درمانگری انجام میده کار ما فقط مستندسازیه عزیزانی که یک زمانی فیلمبردار ما بودن یا دوبلور ما بودن از تیم جدا شدن همه مسئولیت خودشون یا هر کسی در تیم بوده هر مسئولیتی بر عهده خودشونه تیم ما تشکیل شده از دو نفر سعید و سید مسعود که همیشه بچه ها بودن بچه ها سید مسعود از همون اول بوده ولی صداشو یعنی ویدیو رو ما وقتی ضبط می کردیم می دادیم یک نفر دیگه صداگذاری کنه
این بحث رو خیلی جدی بگیرید و تیم ما فقط دو نفر، سید مسعود و سعید، و 5 نفر اعضا داره، همراهی و ادیتور و کارهای ادمینی کانالا، 5 نفر. و تمام ویدیوهایی که به اسم ما پخش میشه فقط از همین کاناله پارانورمال سعید، وحشت سعید. و عزیزانی که دارن بیرون از این تیم کارهای انجام میدن، هر چیزی، هیچ مسئولیتی ما نداریم و تمام مسئولیت ها برگردن خودشونه. و عزیزان، تمام کسانی که در یوتیوب، در این اینستاگرام، هر جایی جستجوگری میکنن، مستند میسازن، هر کاری انجام میدن، ما براشون آرزوی موفقیت داریم. و هیچ کس، بچه ها، بازم میگیم هیچ مسئولیتی در قبال هیچ کس نداریم. این تیم ماست. بدون معطلی بریم داخل، این صحبت های علیکی رو ولش کن. زنگش زدیم. آقا محمود سلام چاکیم. سلام علیکم. سلام چاکیم. خیلی ممنون. خوبی سالمی؟ چه خبر؟ خیلی ممنون. ببخشید من بینو نروشن کردی همین اول ورود. خیلی ممنون. شرمنده. یا الله یا الله. سلام مادر. خوب هستی؟ سالمی مادر؟ شاکرم. خوبی؟ خیلی ممنون شما. خوب هستی؟ بفرمایید. یا الله یا الله. خاموشش کن. بفرمایید. نماز میخونم. بازم الله اکبر. دیگه سیاه کلم قد بلند برابرم واسه. یعنی اومد واسه جلویی که نماز میخونم. یا اینجوری. بله. اما امشب هم تو در باز کردم حالتی میترسیدم یا تو. اینجا خوابیده بودم آقا سعید، یعنی 4 بدن ایسوشم میم به پسرم گفتم ماما میترسم، من خیلی دارم میترسم. گفت ماما من ترسیدم، همه خونه هسته داشتم. گفتم سرم گذاشتم رو بالش، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله برو برو با دستم میزدمش. اصلا میدیدم با دستم باستم میدیدمش قد بلند سیاه میدیدیم. یعنی همه چیه نشسته بودم داشتم تلویزیون نگم کردم، آقا تو تا خوابیده بود، در خونه باز میشد، بسته میشد، باز میشد، اون بر این بر نه این در خونه این در اتاق به آساید همه چیزه تی خونه به نظاره دارم. یعنی خوب میبینی چون؟ خوب میبینم. بعد بیرون حیات، اتفاقات بیرون حیات هم اصلا بیرون حیات هم اون صورت بودی چجوری شد؟ دستان ما آقای سعید بیشتر مواقع صحبای اتفاق برام خب برای نماز بلند میشه مثلا سنگینی نیم برای نماز بلند میشه اصلا بلند ترس دارم یه ترسی تو وجود بله ترس تو وجودم که الان جلو کرارم وی همون موقع نماز هم هست یا الله اکبر میگه نه 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 مثلا دارم میخوان آزم نه الله اکبر شیطون نه الله اکبر شیطون برو بخوام نماز بخونم خودم بمیدیدیش با خودم تسلیه میدادم اومدم برد رو گذم یه صدای بیرون شد خدا شاید آیه سلیم به نظاره یکی نمیدی که بوده رو یه یه دفعه رو میجور میشه اما سعی ادتر که بوده میبینن اینجا یه رفعه از نه خودشو میدازه پای میزن از یعنی یه دفعه صداشون در میاد. یه دفعه صداشون یعنی همین چیزی اتفاق افتاده بیشتر است. من میدونم نمیدونم. اینا الان صدایی که کبوتر آرومه. یه جوری انگار نشونه. میدونم. نه. نماز داشتم میخونم واسه گفتم الله اکبر برو میخوام نماز بخونم. نماز بخون الله اکبر پسرم گفته ما ترس نمازت بخون. نماز میخونم صدای بیرون شد. گفتم پشت پنجره دستان کردم بیرون پشت پنجره گفتم بذار ببینم هیچی میبینم فقط دیدم ده تا چشم سیاه اومد برابرم خب برگشت یاد در باز که نمیدونم برگشتم برق روشن کردم دیدم هیچی نیست پنجره که ببخشید پنجره که الان این پوستر تو درست که از بعضی توری کشیده معلومه که اصلا باز بس نمیشه یه دفعه من اینجا نشسته بودم یه دفعه یه گروه سیاهی اومد بالا از تو پنجره بسته از تو پنجره بسته پریپ پایین
گربه از اینجا اومد داری اومد کنم یعنی گربه سیاه بود سیاهی هرم اومد من یه در جا خورم دیدم چیزی صدایش تو خود یه در پایین صدایش درا باز نمودن درا دیگه بیاد نه نه درا هم بسته من کنم دورها نشسته بودم موقع اومدم نه من مجبورم اثبات اینجا هست و اینجا همین الان سنگیدی مکان جوریه که من میدونم پس بریم مخاطب باید براش اثبات بشه منم به خاطر همین سوال میکنم که در باز بودی یا نه سعید اتفاقات خیلی خیلی بدتر از این برام گفتن یه بنده خدای اومد گفت بیا سفره بندازیم شما سفره انداختید ما سفره انداختیم سفره انداختیم تا هم اتاق اوتر بریم همونجا صحبت کنیم سفره انداختیم بریم 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 ببخش ما جنوش نه با چاکر اما سر این اتاق ببینه یه بنده خدا گفتم پسرم ریزه فلانه یه سفره بندازیم گفت سیره آماده کن من سیره آماده کنم با صحبه پسرم ریز بوده میمونه میشه مریضی پسر تو چیه؟ سرطان روده داره یه دفعه هیچ کنون نمیدن چند سال شد؟ 20 یعنی آسل صوفه رنگفت بیجا دیگه شم و نمک و شکر و شیرینی همه چی تجهیزات آورده بیجا خانم گفت مشکل اینه شم با روشن کردیم رفتیم گفت بریم از اتاق بیرون دیگه مشکل ما صوفه انداختم رفتیم بیرون بعدش اومده تو دیو نه اصلا پندقه نشد پندقه نشد دیو ما مزمون در باز کن دو دقت سفره در آتش بود سفره در می سفره رو آتش زد بود سفره رو آتش سفره یعنی قبول نکرد بودن اون چی شما اون داشم سودا سفره همه چی سوخ بعدش یعنی ما عرقی تو تا تایید می چقدر شد حتی رب این بیرون نشستیم دیدیم دو تومر تو داخل موقعی دروهی نیم تا پر دو تو شما رو سفره نگاه اون تا تو سنگینه این سنگینه این سنگینه و ایشالا که مادر پیش روسسی باشه بریم آقا سایی ایدیر سندلی به وضوح میبینم داری یه چیزی میدنه یه سیاره میشه جلو مادر تو کامل اینا رو میبینی؟ همه یعنی باور رو بازن این که به وضوح دیدم یعنی با چشمان حالا امشب من چه میدیدیشون؟ اصلا من جلوتر از شما رو اومدم تو اومدم تو نگذن یا من از گفتم زودی این بخشم کنه فرار کنه نه ایجور دیدش من چون تا ماشی بیرون نه بخشم کنه فرار کنه بری بیده آسید نمیزم نه بیرون رفتم سیل بگذارم صدای عربو میومد بشورم بودم یا صدا میاد نه گفت ما کنم بابا بسه به وزو این عرفی خونده رو میبینم سلام بیرون روز عزیزان بعد از ورود به خونه که ویدیوها رو دیدین و صحبتهای مادر عزیزمون رو شنیدین و اتفاقاتی که در این خونه افتاده رو صحبتها رو شنیدید پس بریم ادامه مصاحبه و اتفاقات دیگری که افتاده و پسر عزیزشون که امشب در بیمارستان هم هستن ولی هر جور شده خودشون رو رسوندن ایشالا که بعد از مصاحبه و بتونیم اینجا کاری انجام بدیم ایشالله بتونیم چیزی رو پیدا کنیم و به همون ثابت بشه که این خونه پاکسازی شده ایشالله حتما به بیمارستان هم میریم پیش پسرشون سر میزنیم تا صحبتهای ایشان هم بشنویم پس بدون معطلی بریم ادامه مصاحبه رو بشنویم مادر عزیز اول از شما شروع میکنم صحبتاتون درباره این خونه از چه زمانی شروع شده و این خونه چند سال ساخته شده آیا این اتفاقات از همون زمانی که خونه ساخته شده شروع شده اینا رو لطفا برای مردم توضیح بدید بسم الله الرحمن الرحیم این خونه مال پدر شوهرم بوده که بعد از اون که پدر شوهرم فوت کردن شهید شدن یک خونه بین وارث بودن بین خواهر برادرها بودن که به شوهر من رسید ما الان نزدیک 20 سال توی خونه زندگی میکنیم در عرض 20 سال باور نمیکنن آقا سعید ما یک روز خوش نداشتیم توی 20 سال هر روز شاید روز سالهای اول دو سال اول برامو خب یکم خوب بود
ولی بعدش دردهامون شروع شد. که اولین یعنی خودم رسیدم بیماری آمبولی گرفتم. یعنی هر سال دو ماه بیمارستان بستری می شدم. یعنی نزدیک 6-7 سال من بیماری آمبولی داشتم و هنوزم با این درد دارم کنار میایم که هنوز با دارو دارم سرکار دارم. بعد از این شوهرم مریض شد. در عرض چند بعد شوهرم مریض شد، دل درد خیلی ناگهانی گرفتم. بردیم دکتر، بردم تهران، گفتن که بیماری کرون دارن و عمل کردن. نصف روده کوچیکش برداشتم، هنوزم درگیر هستم. یعنی با دکتر تماس دارم، باید همیشه تحت نظر دکتر باشن. یعنی اگر دل درد میشن باید حتما دکتر ببینم. الان شده 2 سالی هست بعد از این اتفاقاتی که برای خودم افتاد، برای شوهرم افتاد، که یک روز خوش نداشتیم. اصلا باور نمی کنید صبح که از خواب بیدار می شدیم می گفتم امروز روز خوش مایه. امروز یعنی خوشحال بودم که مریض نیستیم. یعنی از ساعت 8 که بوترم می شد بالاخره یه اتفاقی برای ما می افتاد. پار سال شد پسرم یه دفعه ناگهانی دل درد شدن. دل دردش الان یعنی مرداد پارسال تا امسال 1 سال و 3 ماه هست. پسرم سرطان روده گرفتن، الان بردم بیمارستان بستریش کردم. 3 ماه الان 3 دفعه من عملش کردم و هنوزم به نتیجه نرسیدم. درست. این خونه اصلا نمیدونم، یعنی اتفاقات خیلی عجیبی توی خونه برامداره میفته. وسط صحبتاتون گفتین پسرتون چند سالشه اول؟ پسرم 20 سال دارم. 20 سال سنشه. بله بله. بعد این مریضی یک دفعه، این سرطان گفتین چی بود؟ سرطان روده بزرگ. روده بزرگ. بله. و این مریضی یک دفعه اتفاق افتاد؟ بله یک دفعه اتفاق افتاد. یعنی قبلش هیچ جورش نبود؟ اصلا هیچ نشانه آغازه نداشتم. ما رفت بودن کرمان برای شوهرم آمپول سینورا بگیریم بیاریم. بعد اینکه پسرم چند دفعه زنگ زده بود ما متوجه نشده بودیم. درست. یه دفعه بودم پسرم گفت ماما خیلی دل دردم، دل درد شدید دارم. دیگه بردیم دکتر، دیگه کم کم یعنی چندین دکتر مراجعه کردیم. بعد گفتن که تشخیص دادن، گفتن بیماریش سرطان روده بزرگ داره. از یک سال اصلا پسر من یعنی قبلا بی هیچ عنوان نمیگه سردردم، بی هیچ عنوان نمیگه دل دردم. بعد یک سال اتفاق برام افتاد. درست. بعد اول صحبت ها رو میبریم درباره پسرتون. بله. بعد میریم درباره موجودات اینا صحبت میکنیم. بله. بعد پسرتون قبل از اینکه سرطان بگیره آیا این موجودات رو میدیدن؟ نه قبلش بوده یا خیلی افتاده. بله. بعدشم یعنی شما میگید قبل از اینکه معلوم بشه پسرتون سرطان داره قبلش با این موجودات رابطه داشته؟ بله. درسته؟ بله میگو نزدیکی دارم. درست. بعدش هم خب واژو حرف میزد، این صداش خودم میشیدن اتخاب دار حرف میزدم مثلا من چشبا تا دورق بیدار بودم. درست. میدیدم این دار حرف میزدم تو اتاق مثلا میدیدم بیدارش بگم شور افرام میگفت یه فداش هم گفت بریم بیا بریم این یارتی تو خواب یعنی یه جورایی میومدن دنبالش ببرنش. بله. خب که اتفاق براش میفته که من سوال کردم بعضیش هم که هم تو بسی صبح تا شدیم وجودت بسته هم میگم من خواب همیش میدیدم نزدیکی خودشو این هر حرفا رو میدیدم. پس ارتباط پسرتون با این موجودات از قبل از سرطانش بود؟ بله. این نکته اول. نه. بعد ارتباطش، ارتباط این موجودات بیشتر با کدومتونه؟ یعنی کدومتو بیشتر میبینیش؟ من خیلی میبینم. خیلی میبینیش؟ بله. من تو ویدیو گفتین که وایسادن به نماز اومدن جلوم وایسادن و گفتین یه شب پشت پنجره دیدمشون، اینا رو توضیح دادین و مردم دیدن. بله. و غیر از اونا چی؟ آیا مثلا و یک سوال خیلی مهمی هست، آیا وقتی که نماز هم میخوندین آیا نماز تأثیر روی موجودات داشت؟ اصلا وقتی نماز میخوندم حالت میشستم به نماز، میخواستم صبح زود نماز بخونم میترسیدم. درست. ولی وقتی اینکه مثلا بسم الله الرحمن الرحیم میومد یه آرامشی میومد به من، آرامشی. بله. به وجود شما میومد. بله. ولی این موجودات باز کنار شما بودن. بله. درسته؟ حس میکردم، حس میکردم کنار من. پس اون بسم الله الرحمن الرحیم یا اینا زیاد تأثیری نداشت؟ نداشتن. نه نماز خوندم آقای سید آقا، من نماز خوندم یعنی این
نمیدونم، یعنی خودم مشاهده کردم. نماز خوندم با آقام، گفتم امشب میترسم بخوابم. گفتم امشب میترسم چون پسرم مریض بود، با آقام تو تخت میخوابیدم. من خوابیدم، سرم گذاشتم رو بالش، اصلا حس کردم اومده بالا سرم. یعنی وقتی خواب بودید حس کردید اومد بالا؟ بیدار بودم. بیدار بودید اومد بالا سرت؟ بیدار بودم، یعنی حس میکنم بالا سرم واسده. گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو والحی القیوم، بر عقب با دستم میزد مشا. میزدیش؟ بله. میگوتی بر عقب؟ بله، با دستم میگفتم بر عقب، بر عقب، میرفت. هفت گوشت میگفت؟ بله، میرفت عقب. بعد یعنی این که چه بگم آیه سید آقا، این منظره که بیرون برام من شد، واقعا من خیلی ترسناک بود. خب دیدین شما حیات. بعد وقتی که شما پشت پنجره تو صحبتاتون گفتین دیدمش پشت پنجره، بعد اومدین لامپ روشن کردین، بعد رفتین هیچی اصلا یعنی و لاستیکا و طرف خونه بودن. درست. من دست گفتم دیدم صدای رو خون شد. وقتی دیدم پشت پنجره تاریک بود، نگاه کردم گفتم ببینم صدا چیه. برقی اصلا روشن نبود، تاریک بود. دیدم چشم یعنی خیلی بزرگ دیدم. درست. برق روشن کردم، مزرعه بودن شاید گربه‌ای باشه. برق روشن کردم گفتم، وقتی رفتن نگاه کردم دیگه چیزی نیست. حالا مادر چیزی که میبینی رو نمیشه دقیق یه جوری مثلا توضیحش بدی به ما؟ مثلا چه شکلیه، چه جوریه، چقدر قدشه؟ آسید قدش بلنده. یعنی این سقف الان 3 متره مثلا. بله. چقدر تا این سقف؟ نه نه دیگه خیلی بلندی هم نیست. نه میگم مثلا نگاه از زمین تا سقف اینجا 3 متره. خب 1 متر نمی هست. 1 متر نمی قدش. یعنی به وضو یعنی امشب دیدم این صورت لاغر، یعنی صورت خیلی لاغر و بدن لاغر کلا لاغر. بله. می امشب برق روشن من هنوز نکرده بودم، دیدم برق روشن کنم که نترسم. نه ترسیم؟ نه ترسیم. یه وقت روشن کردی چیزی تا آشپز خونه؟ نه میدونستم وسط آشپز خون واسده. دقیقا. یه روز صبح داشتم نماز صبح میخوندم، نماز که تموم شد یه صدای خیلی وحشتناکی که میدیده مار صدا میده. درست. آمده بود لب بون صدا میداد صبح اول. صبح بود؟ یعنی همه نماز یعنی هنون روز نزده بود؟ نه هوا تاریک بود. به شعره چی نگفتم؟ گفتم بذار بخوابه. صبح زود که بیدار شد گفتم من امشب صدا مار بالا شنیدم، یه صدقه بیان بدیم. گفت نه با ایه چه نه با. گفتم من خودم آقای سید اصلا یعنی چه بگم صدا مار کم بود، یعنی تمام خونه رو فرا گرفت صدا. یعنی یه صدای بلند. بله بله بله. یعنی اومد لبمون خیلی از 5 دقیقه صدا داد. من دیگه میترسیدم بیدار نکردم شعورم. خب شما چی؟ آیا ماری چیزی؟ بله ما یک همسایه دید بوده که مار تو شیربونی. درست. گفتم بالا بود تو سقف، تو سقف شیربونی بالکن بالا شیربونی بود، اصلا ارتفاع شیربونی یک قدره. دقیقا مار بالا که همسایه ما گفت مار بالای فلان، که ما یک خود ما هر حقیقت مار میترسیم که زنگ زدن از شهرداری مونده گرفتونش. پس مارم دیده شده. مارم دیده شده. دقیقا. بعد اون تالان شده بود چون سنگینی بالا رفتیم خیلی سنگینه مادر. خب بله. آیا شده بود تالان اینا صداتون بزنن بریم بالا؟ من آسد بالا میرم کاری دارم، خب بیشتری وسیله جارو چیزی بخوام، مثل بالا میرم حالت وحشت دارم، یه سنگینی خواستی. بله میگم الان میفتم، الان یعنی سخت میه پایین، یعنی ایده حالتی دارم ما خیلی، یعنی اصلا ترسناکه. یعنی واقعا پری روز رفتم بالا، پری روز عصر رفتم بالا، جارو بیارم بالا، میترسیدم برم بالا. وقتی رفتم بالا گفتم الان همراه سخت میرم پایین. دقیقا. یعنی سر جارو برداشتم آمدم پایین. حرفامو زیاد نمیخوام چی بشه چون صاحب زیاد میشه، و حرف آخری اگه صحبت آخری دارید، چون مادر شما الان هر دو نفر سنی نیستین که بخواییم به مردم دروغ بگین. بله. و اصلا ارزشی نداره این من میبینم. بله. و اصلا احتیاجی نیست. آیا به نظر شما این موجودات واقعی هستن؟ برای مردم توصیفش کنید. من یعنی میدم به بزرگ دارم به چشم خودم میبینم. دفیر. اصلا به هیچ عنوان دروغ نیست.
من به وضوع دارم میبینم جلو چشممه، بالا سرم واسده، جلو واسده داره نگاه میکنه. نه هیچ کدوم از اینه دروغ است. بچه ها سعید که محل درا ساختون بود بسته دخیل. از پنجره مثلا صدا شد مثلا بالا کابینت مثلا گربه سیاه افتاد پایین. تا من اومدم بلند شدم اومد بیرون، در از پنجره باز بود از این درف از اون ور خونه گربه از جایی که اصلا راه نداشت اومد و از جلو شما رد شد اومد رفت بیرون. یعنی من خودم گربه کلا گربه سیاه اصلا تو خونه نداشتیم ندیدم. مثلا باشی روزا مثلا دیدی مثلا گربه در خونه هست مثلا گربه سیاه بی رنگ ندیدم. الان جلو همین در داربست میبینید لب بالکو بالا داربست چوب داشت بیرون. پسر ما خود دو تا رفیقش پسر همگیش میشه همینجا ورود بعدور ما رفتیم بیرون یاسمان تو خون بود گفت من همینجا دیدم صداشید چوب افتاده پایین. داربست افتاد پایین؟ افقط هم چوب یه تک یه دونش نه بود داربست چوب بالا صاف افتاد پایین. ببینید خواهرم فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتم و حالا اتفاقات ضعیفی برام افتاد، ولو اینکه اگر کسی بیاد و به بنده بگم من کلمه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتم و کوهی جا به جا شد من شک نمی کنم، چون اعتقاد عجیبی به این کلمه دارم و امیدوارم خواهرمون و آقا محمود عزیز به این نکته که میخوام اشاره بکنم قابل توجهشون باشه و همینطور برای مخاطبای عزیز. در سوره شمس میفرماید قد افلح من زکاها، به راستی که هر کس نفس خودش رو تزکیه کرد به رستگاری رسید. و قد خواب من دساها، و هر که آن را بیالود ناامید و زیانکار گشت. ببینید من یکی در حد کوچولو خدمت شما عرض بکنم، حضرت استاد در خاطرات خودشون به نکته جالب توجهی اشاره کرده بودن، برای من خیلی جالب بود. نوشته بودن شبید داشتم عملی رو انجام میدادم، کاری رو انجام میدادم، شروع کردم به گفتن ذکر و در همین حین دیدم دو موجودی در منزل من ظاهر شدن. من هر چقدر که بسم الله الرحمن الرحیم گفتم اینها به من داشتن نزدیکتر می شدن که به من آسیب برسونن، ولی یک آن در یک لحظه از اعماق وجودم داخل دلم نوری روشن شد. با اعماق وجودم کلمه بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتم و این دو موجود ناپدید شدند. و کلمه بسم الله الرحمن الرحیم اصلا آغاز خلقته. مخاطبای عزیز روی این کلمه تأکید میکنم که کلمه بسم الله الرحمن الرحیم رو حتما صبحی که از خواب بیدار میشید کلمه بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم ماشاءالله رو بگید، سلام به اهل بیت بدید، از خونه خارج بشید و لا قسم تزمینید از بلا و چشم زخم و از شیاطین و از چشم حسود در امانید. ولو اینکه در این خانه متاسفانه مشکلاتی هست و متاسفانه آقا محمود هم گاهی اوقات دست خودشون رو آلوده کردن به قلم زدن که کار ایشون نبوده و ناخواسته این کار رو انجام دادن و درگیری های منزل بیشتر شده. انشالله که حل میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بلا اله الا الله، بلا اله الا الله، بحق بلا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سید دل زد به هم. توجه نکن سید، توجه نکن.
توجه نکن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به ملخن ملخن و یا بابلین بابلین به تایتلن به تایتلن 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 بکمشن بکمشن بکالوشن بکالوشن. سید به قرآن تو اتاق دنبایه. سید دنبایی پرون وسط اتاق. اصلا تو اتاق هیچی نیبیا داخل در پنجره هیچی. توجه نکن سید. به هیچ جا نگاه نکن. به هیچ جا نگاه نکن. آیا در این مکان حضور دارید؟ به ما یک اثبات حضور بدید. به ما یک اثبات حضور بدید. برای حضور خودتون در این مکان به ما یک اثبات بدید. به حق بسم الله الرحمن الرحیم و الصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والعرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يلا واضح‌تر. وا سید درها دارم میخونم به هم. باید اصلا توجه به پشت سرت نکن. اصلا توجه به پشت سرت نکن. میگه از اینجا برید. ما از این مکان به جایی نمیریم مگر اینکه با ما یک ارتباطی بگیرید و علت حضور خودتون رو در این منزل با ما بگید. با کدومش ارتباط بگیرید؟ صد تا دعاتون این خونه هست. سید یه بو بدی بلند شد. اصلا بو بخور نیم. با ما صحبت کن. علت حضورتون در این مکان چیه؟ آیا به خاطر تلسمی در این مکان هستید؟ یا اینجا محل زندگی شما بوده؟ زوده. ارتباط فقط از طریق دستگاهی که در مقابل این انسان قرار داره. سید آروم باش، یه نفس عمیق بشین بکش، آروم باش بشین. الرحمن الرحیم. به حق الله اکبر و الله اکبر. به حق اشهد ان لا اله الا الله. به حق اشهد ان لا اله الا الله. به حق اشهد ان محمد رسول الله. به حق اشهد ان محمد رسول الله. به حق اشهد ان علی ولی الله. به حق اشهد ان علی ولی الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الخير الأمل حي على خير الأمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بيجي بريد
جایی نمیریم. علت حضور خودتونو به ما بگید. آیا تو این خونه سحر و طلسمی وجود داره؟ ها بله. چند تا طلسم؟ لطفاً بلندتر. زیاد. سعید بپرس چند تا تلس توی این خونه هست؟ چند تا بو اصلا پشت سرتو توجه نکن، بارها بهت گفتم سعید. چند تا تلسم اینجاست؟ به همون بگو. ازش بپرس چند تا هستید اینجا؟ یه بار دیگه به همون بگو چند تا هستین؟ یا اگه اسمی نباش سعید، بشین برای ارتباط خودت ارتباطتو بگیر. شما اجازه آسیب رسوندن به هیچ انسانی رو در این مکان نداری. چند تا تلس سعید از خودش بپرس چند تا جن اینجا هست؟ چند تا تلسم اینجا هست؟ تا زمانی نگیمون نمیریم. چند تا تلسم؟ چند تا جن اینجا هست؟ چند تا جن؟ آره. چند تا موجود اینجاست؟ سید دیگه سه، به نظرم منظورش تلسمه. سه تلسم. یا جنی یلا یک ارتباطی دوستانه اونو دارم میبینم سید، دارم میبینم بیرون. یلا واضح تر. نابودتون میکنم. قدرتشو نداری. ما شیعه علی ابن ابی طالب قدرتشو نداری. رب ما خداست. پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کتاب و قرآن. پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم کتاب ما قرآن. ما شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام هستیم. سعید بشین. سید بابا، این جنوده مشخصه، این دله هیچی نی، جنوده هیچی نی، این دل چجوری داره به هم میخوره؟ عیبی نداره، بشین سعید. یالا به حق بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس أولاء الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سيد بردر، سيد دور بردر تكون ميده. واي يا الله يا الله واي يا الله. برو جلو سيد، سيد برو جلو، برو جلو، برو جلو. بزن نور. سيد دور پردوش بردر تكون میداد. يا الله يا الله. السلام عليكم يا الله يا الله يا الله. يا الله يا الله. وای نورم هلا. وای دو تا چشم. سید ایجا خیلی سنگینه، خیلی. یا الله سلام علیکم. یا الله الله اکبر الله اکبر. خیلی. یا الله سلام علیکم. یا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. بحق بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. وای 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 وای. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. بحق بسم الله الرحمن الرحيم. بوش بوش. بسم الله الرحمن الرحيم. بوش بوش بوش. وای دوربین قطع شد. الله اکبر. دوربین قطع شد. دوباره وصلش کردم. دوربین کلا قطع شد. سه دوربینو بس. دوربینو بس. سه دوربین کامل بس. نه کاش که دوربین زرد کرده بودی تیکره. دوربین کامل بس. وای 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 بابا سه چی. وای پرده رو نگاه. یا ابوالفز یا ابوالفز یا ابوالفز یا ابوالفز یا وای 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 وای. الله اکبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. 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 اشهد ان لا اله الا الله. الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اکبر. نه تو داره میگیره. الله بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بحق بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. بحق لا اله الا الله. بحق لا اله الا الله. الله
با دراک آبینت نگاه بابا سید نخون، سید نخون، بدنم داد داغ میشه. سید نخون، سید نخون، سید نخون، سید نخون. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. سید کل بدنم داغ شده، گور گرفته. وای سید اصلا نگران نباش، یک الله نفس عمیق بکش. سید یه نفس عمیق بکش. سید الان آروم برو به سمت همون اتاقی که حاج خانم نشسته بود. وای وای سید، اینجا بر مصاحبت این نشسته بودن تو اون وقتی صحبت میکرد. الله اکبر، الله اکبر. برم تا همون. وای 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 توجه نکن به اینا سید، وای وای به اینا توجه نکن. وای وای نترس، اولین بارت نیست که اینا از تو باید بترسن. یا علی، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، سلام علیکم. یا الله. سید نفسم بالا نمیاد، خدا شاهده انگار یه چیزی را نفسم گرفته. اصلا سید ببین یه نفس عمیق بکش، آرامش داشته باش. وای. آروم سید، اولین بارت نیست که. وای بیا غب، بیا غب، بیا غب، بیا غب. وای 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 سید، جلو نرو، جلو نرو سید جان، جلو نرو فعلا. یا علی، الله اکبر، الله اکبر. سید، سید صدات قطع وصل میشه، میگی چی؟ بهت میگفتم نرو داخل سعید، اب نداره، حالا اومدی دیگه. بهت میگفتم نرو داخل، حالا اومدی دیگه. صدات قطع وصل میشه سیده. یا الله، یا الله، سلام علیکم. نورم میارم قد میشه. الله اکبر، الله اکبر. یا الله، یا الله، وای. یا الله. وای 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 سید، سید در دیدی سید، سید دیدم، دیدم. وای یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب. وای 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 الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله، اشهد ان امير المؤمنين علي ولي الله. هيا على الصلاه، هيا على الصلاه، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح، هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وای 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 همینجاست، همینجاست اون چیزی که ما دنبالشیم، همینجاست سید، تو همین اتاقه، تو همینجاست. وای بابا سید، اینجا نفسم بند اومد. وای همه چی رو ریخ. همینجاست، همینجاست سید. اوه بذار من صدا بزنم، خب بیام، بذار صدا بزنم بیام. وای سید من تنها. وای 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 بذار صدا بزنم بیاد، بذار. وای وای تو دوربین، تو دوربین رو حیات، تو دوربین رو حیات. وای برو جلوتر، برو جلوتر. وای وای دم در ورودی رو نگاه، دم در اربا رو ببین، دم در ورودی، دم در ورودی. بله
چشمی باز شد سید دمدر. دمدر اتاق چشمی باز شد. وای اینجا خیلی سنگینه. بذار صداشون بزنم. بذار صداشون بزنم بیان. بیان داخل. سید مواظب خودت باش. نگاه کن. آقا محمود در کابینت رو باز کن. اینجا رو از زیر شروع کن، نگاه کن از اون زیر. طبقه پایین. ببین الان دلهوره و استرابت داره میره بالا، درسته؟ بله آسی. بله همطور است، بله. اصلا استراب هم بیشتر شده آرزی. بسم الله. این آرزی همیشه داروار ور میداریم. بیار بیرون، بیار بیرون. حالا این یکی کابینت هم باز کن، این یکی بغل دستیش هم باز کن، اونا رو هم بذار رو زمین. ببین الان اینجا باید استراب و استرست خیلی بیشتر شده باشه تو این دوتا نقطه. تقریبا یه جوره استراب هم اون بیشتر بود، این بر بیشتره. اونجا هم هرچی هست، هر دو طرف هرچی هست بیار بیرون. کلم میخوام بالا بگردم بیشتر، چون خطی ها خالیدم. بگو سعید هم بیاد کمکت کنه. نمیم نگاه میم سعید. سعید خیلو ببین زیر اونا رو نگاه کن، ببین چیزی نیست. الان من برات پیدا میکنم. بیا کابینت بغلی، بیا کابینت بغلی. بله بله اونجا، اونجا هرچی اون پایین هست بریز بیرون. یا الله باید بیا آقا محمود رو کمک کنید. اینا هرچی مالت لبا کن، هرچی رسیله پانچه این مشنبای چیزی رو زمین باز کنید. بیا مالت اینا. محمود جان سب کنید همینجاست. ببین الان من این قسمت الان توی حالا چجوری؟ الان اینجا میشه اینجا قشن داغه. میگه بدن هم بدن هم خوب مادر تو بیا اینا کمک بیاده کنیم، یکی من خالی کنیم. سید اینا دارن، اینا خیلی چیز شو بالا دارن میزنن. خب چیتو رو بذار جیبت، اونجا رو اول اونا رو بریزید نگاه کنید، بذارید سر جاشون بعد بقیه رو بری که بسه چون نمیتونید. همینجا ببین الان محمود خودش الان برمیداره دستش. هرچی که بدنت سنگینیشو میگیری تکون بده. محمود خودش برمیداره دستش، بریزید زمین. اینا
کوی کاسی بزن من این بزن بزن حاجیرم ما اینا قاصدی که اینا قاصدی که هم؟ بله قاصدی اینا با خالی این یه چی؟ این چیه؟ اینا ما اینا ریشی مویم موتکیه ریشی زرنیان یه زرنیان خودم موتکی ها برا اینا درد سینه ده یه چیزی تا هم بگیرم این آخوان نش ای چیه؟ اینا تریشا بوده؟ سعی یا عبالفه سعی هم تو روشه که هم تو این لایف قد شد؟ لایف قد شد به خدا لایف سعی قد شد هم تو این کشیدی بیرون قد شد یا امام بوسه ای تو ریشا مدکی بوده؟ نه اینا رو خونه کوبیدن آسیا کردم اون رو تو دستگاه دار میزنه یه هرچی هست میزنه سه رفت سه رفت باید باباشه باباشه برای پلاستیک بیار الله اکبر نه اصلا دا بیدر بزن رو برود یا امام حسین بزن اینه بزن این برادر اینه بزن ای اینا پرشو روشن شو کن اینه بزن ورود برود دق درده بزن همینه برزن اینجا داخت شد کرد اینجا همه اینجا هم داخت شد بگی رو برای الان چجوری؟ بید بدن عرق که ای چیه؟ یه کاری بید خوب بگردید من رو زنه میشه از نمیده من اصلا بالا اینجا هم داخت بید من اصلا کلن یه جوری بدنم به درد اومده یه چیزی هست چی شده؟ سید از تو آردا همچی چیزی در اومده بیارش جلو دو ببینیشون ریشه زنیان از تو ریشه زنیان از چی هم؟ ریشه چی هم؟ ریشه موتکی همون ریشه موتکی خودمون که هرمونی ها ولی حسن نگاه کن یا امام حسین یا امام حسین الله اکبر الله اکبر بیا ایجا بیا ایجا به این که دست نزنید فقط بندازید داخل یه پاکت باز یا الله اکبر الله اکبر سعید باز نکن سعید باز نکن چرا؟ بازش نکن بندازید داخل مشنبا بندازید داخل مشنبا وای سید بل وازش کنیم یه لحظه سید استخونه استخونه بل وازش کنیم دست برن عقب برن عقب درگیر نشه ماسک نه سید پخش نمی کنم بذار ببینیم چیه ماسک بزنید بریم بیرون اگه داریم یه چیزی بپیچیم دور دهنتون من ماسک دارم ماسک بزنید بیا جلو بایی بیا نکن 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 تم بیا ماسک بزنید نزدیک اصلا می آید درست بگیرش بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر بابا 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 سید اسمان دارم میلرزم بگی روش بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس هیچ قدرتی بالاتر از الله نیست ملک الناس اله الناس هیچ قدرتی بالاتر از الله نیست هیچ قدرتی بالاتر از الله نیست من الجنة والناس هیچ قدرتی بالاتر از الله نیست من الجنة والناس هیچ قدرتی بالاتر از الله نیست 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 وای وای قدیمی الله اکبر هیچ قدرتی بالاتر از الله نیست هیچ قدرتی بالاتر از الله نیست هیچ قدرتی بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله یا لا اله الا الله این سری یکی تونه این سریه یا روسری یکی افراد خانواده یه وای مستخونه
بابا استخونه وای بیا جلو یا ابوالفضل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله کاغذ کوش کاغذ بود نه الان سعی دارم بهتر شد. زبالتی بیا. نه 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 که حالش خوب میشه. نمیخواد حالش خوب میشه. یا بابا یا فاطمه. حالا خوب میشه. حالا خوب میشه. نکنه اینا. سعی کنید اتاق برید همه برید بیرون. چش. فقط گوشی رو بذار باشه. چش. بذار تو پلاستیک. چش. بریم چش. الان من این درست رو باید دوربین بکنم برم خوبه خیلی داشت خوبه بودم من خوشحال بشی که پیدا شد بردار شانده میشه نه بیگه که تو بیگه 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 بیگ